نقش خانواده ها در پیشرفت تعلیمی و تحصیلی فرزندانشان. به نام یاد خدا بیننده های عزیز سلام بر شما، امیدوارم جور صحتمند و سر حال باشین. باز هم خوش آمدین در برنامه تدبیر این هفته. موضوعی که در این هفته انتخاب کردیم همانا نقش خانواده ها در پیشرفت تعلیمی و تحصیلی فرزندانشان. وضعیت تحصیلی در افغانستان از گذشته های دور به این طرف چگونه هست؟ تا چی میزان قناعت بخش به نظر میرسه؟ در کدام موارد چی مشکلاتی وجود داره؟ کدام عوامل باعث شده که امروز ما شاهد پیشرفت تحصیلی و تعلیمی میباشیم؟ از سوی دیگر کدام عوامل باعث شده که امروز ما مانع رشد و پیشرفت تعلیمی و تحصیلی در افغانستان هستیم؟ اصلا پیامدها و تبعات منفی که باعث میشه که فرزندان یک خانواده از تعلیم و تحصیل بازبانن چه ها میتونه باشه؟ در نهایت مسئولیت والدین، خانواده ها، اجتماع در کل، حکومت در خصوص تعلیم و تحصیل فرزندان جامعه چیست؟ این همه مواردی هست که در تدبیر این هفته روی آن اشاره خواهد شد. مهمانان گرامی که در این هفته ما را همراهی میکنند، جناب حکمت الله فیاض، جامعه شناس و استاد دانشگاه، و همچنان جناب سید قاسم مظفری، استاد دانشگاه، حضور پیدا کردن. انشالله که بیشتر روی این مورد صحبت خواهیم کرد. بسیار زیاد خوش آمدین مهمان گرامی. جناب استاد، میم بحث را ابتدا با شما آغاز میکنیم. نقش خانواده ها را در پیشرفت تحصیلی فرزندانشان در افغانستان رو بررسی بگیریم که واقعا وضعیت چگونه است؟ از گذشته های دور به این طرف تا چی میزان پیشرفت های صورت گرفته و تا چی میزان مشکلات خود را داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر شما، همکارانتان و سلام و درود خدمت مهمان برنامه و بینندگان عزیز. خب میخواهم از اینجا شروع کنم که بر اساس یافته های تحقیقی که انجام شده است، الگوی رفتاری و گفتاری هر انسانی تحت عوامل و عناصری چون ساختار ژنتیکی، عوامل قبل از تولد، ضمن تولد و محیطی بعد از تولد شکل میگیره. یعنی هر انسانی متأثر از این عوامل است و این عوامل روی رفتار و گفتار او در زندگیش تأثیر دارد. به این اساس میتوان گفت که خانواده به عنوان یک بستر و محیطی که تقریبا تمام این عوامل را در خود دارد، گرچند بعضی این عوامل فیزیولوژیک است مثل ساختار ژنتیکی و اکثرا جامعه شناختی است، خانواده به عنوان یک بستر و محیطی که تمام این عوامل را تقریبا در خود دارد، می تواند به عنوان یک عنصر اساسی و مهم در سرنوشت تحصیلی و تعلیمی فرزندان نقش بازی کند. گرچند نسبت به سابق فعلا نقش خانواده ها در سرنوشت یا در تعیین سرنوشت فرزندان کم شده است و کلا اگر در نظر بگیریم نقش والدین و خانواده ها در سرنوشت فرزندان و تعیین سرنوشت آنها کاسته شده است و فرو کاسته شده است. سابق خانواده ها نقش های بسیار گسترده و زیادی داشتند، مثلا در بخش اقتصاد، در بخش آموزش پرورش، در بخش اجتماعی ساختن فرزندان و همچنان امور دیگه‌ای که مربوط به اصلاح زندگی یک انسان می شود خانواده ها نقش داشتند. معمولا مربوط به کدام زمان ها می شه؟ تقریبا این که خانواده ها نقش های گسترده تری داشتند مربوط می شود به دوران قبل از انقلاب صنعتی. درست. و قبل از انقلاب به اصلاح علمی، در آن زمان ها خانواده ها ساخت گسترده داشتند، چون ما دو نوع خانواده در واقع داریم، یکی خانواده های گسترده و یکی هم هسته‌ای. درست. اما از آن زمان به بعد ساخت خانواده ها هم تغییر پیدا کرد و بیشتر رو به سوی هسته‌ای شدن رفت و نقش خانواده ها هم کاسته شد، چون برخی از نقش خانواده ها محول شد به دولت، به نهادهای دیگر، به رسانه های جمعی و همچنان به مدرسه. درست. و به نهادهای اقتصادی. بر این اساس در زمان فعلی گرچند نقش خانواده ها در تعیین سرنوشت تعلیمی و تحصیلی فرزندان کاسته شده است، اما باز هم به عنوان یک
واحد اجتماعی و به عنوان یک نهاد اجتماعی و از اون طرف مهمترین نهاد اجتماعی، باز هم نقش اساسی و اصولی و بنیادین را در سرنوشت تحصیلی و تعلیمی فرزندان میتواند داشته باشد. ببینید از چند جهت میشود گفت که خانواده نقش اساسی دارد در سرنوشت تحصیلی و تعلیمی فرزندان. یکی حمایت اقتصادی است. تا زمانی که حمایت اقتصادی صورت نگیره و به اصطلاح ما در پیشرفت یک روند تحصیلی دارای امکانات اقتصادی نباشیم، او تحصیل نتیجه‌ای که باید بدهد نخواهد داد. بنابراین این کار را فقط برای فرزندان والدین میتواند انجام بدهد و خانواده ها میتواند انجام بدهد. گرچه نهادهای دیگر هم میتواند وجود داشته باشد، ولی نه به اندازه خانواده ها و نه به اندازه والدین فرزندان. موضوع دیگر حمایت عاطفی و معنوی است که این هم در پیشرفت تحصیلی و تعلیمی فرزندان بسیار نقش دارد و این هم میتوان گفت که اساسی ترین به اصطلاح عنصر آن عنصر خانواده و افراد آن والدین است، به خاطر که از طریق آنها میشود بهترین همکاری عاطفی و معنوی را برای فرزندان به اصطلاح پیشکش کرد. و همچنان میتوان گفت که در بخش همکاری آموزشی، خب فرزند بیشتر در محیط خانواده است، در بین اعضای خانواده است، بنابراین از این طریق میتوان توسط فرزندان و اعضای خانواده مهمترین حمایت را برای فرزندان و پیشرفت تحصیلی و تعلیمی آنها کرد. بر این اساس به اینجا میرسیم که در افغانستان نقش خانواده ها تا جای برجسته و پررنگ است در پیشرفت تحصیلی فرزندان، یعنی نقش مهم و اساسی را دارد. همگونه که ما و شما می‌دانیم هر والدینی برای فرزندانشان یک تصویر آرمانی را خلق می‌کنند و به اساس آن تصویر آرمانی فعالیت می‌کنند و کار می‌کنند و تلاش می‌کنند که فرزندانشان پیشرفت داشته باشند. در بخش حمایت عاطفی و معنوی، در بخش انگیزه بخشی به فرزندان و در بخش همکاری‌های آموزشی که مربوط والدین است، والدین افغانستان و خانواده‌های افغانستان نسبت به فرزندانشان کم نمی‌گذارند. اما یک موضوعی که می‌توان گفت که یک چالش بیرونی است و بیشتر به ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی و اقتصادی جامعه برمی‌گردد تا به خانواده و مسئله اقتصادی است. من فکر می‌کنم که در بخش حمایت اقتصادی، چون اقتصاد هر خانواده تحت تأثیر ساختار اقتصادی جامعه است و ساختار اجتماعی هر جامعه ای، بر این اساس در این بخش من فکر میکنم که خانواده های افغانستان آنچنان برجسته و موفق نتوانسته است و نمیتواند عمل کند، به خاطر که ما و شما شاهد هستیم روز به روز وضعیت اقتصادی خانواده ها و مردم افغانستان ضعیف‌تر شده می‌رود و این خانه‌ها تأثیر منفی خود را روی سرنوشت تعلیمی و تحصیلی فرزندان تمام خانواده‌های افغانستان خواهد گذاشت. بنابراین در افغانستان وضعیت نقش خانواده در پیشرفت تعلیمی و تحصیلی فرزندان از نگاه‌های بسیار خوب است، اما از نگاه‌هایی که تقریباً یک چالش بیرون خانوادگی می شود آن را حساب کرد، می توان گفت که تا حد ضعیف است. دقیقاً یک مانع متاسفانه همان مشکلات اقتصادی هست که اکثرا هموطنان ما زیر خط فقر قرار دارند، نمی توانند فرزندانشان با نظر داشت امکاناتی که ضرورت است کسب علم و دانش کنند. جناب استاد، جایگاه عالم و علم و دانش و آموزش پرورش از دیدگاه دین و اسلام چگونه هست؟ چگونه بررسی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام سبحان خدمت جناب شما و میهمان عالی قدر برنامه و بیننده های تلویزیون شما. علم، شاعر میگه در پی علم چون شمع باید گداخت که به علم نتوان خدا را شناخت. و بعد قرآن کریم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یرفع الله الذین آمنوا
منکم و الذین اوتوا العلم درجات، یعنی که بعد از ایمان آوردن به خدا اون چی که مهم است بحث کیت؟ بحث علم. خداوند رفع می‌سازه و بلند می‌سازه و عالی و در درجه متعالی قرار می‌ده کسی را که بعد از ایمان آوردن به خدا علمایی که علم را به اصطلاح ذخیره می‌کنه و یا می‌آموزه. بنابراین بدون علم در جامعه ما نمیتونیم راه خود پیدا بکنیم، بدون علم ما نمیتونیم خدا را بشناسیم، بدون علم ما نمیتونیم به آرامش و آسایش و ترقی و تکامل دست پیدا بکنیم. علم نور است، میگه که یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم یک نور است، نوری که هم راه ما را به اصطلاح نورانی میسازه، به اصطلاح میتونیم با وسیله علم راه خود بپیماییم و به سر منزل مقصود برسیم. و یک همچنین که خداوند گفته که کسی را که خدا بخواهد این نور را در قلبش میندازه، یعنی یک اراده وجود داشته باشه خداوند در اینجا لطف را شامل حال بنده های خودش بکنه که زمینه های آموزش و پرورش را در هر جامعه انسانی و اسلامی مخصوصا افغانستان ما مهیا بسازه تا ما از این طریق بتانیم هم خدا را بشناسیم، هم مردم خود را بشناسیم، هم جامعه خود را بشناسیم، هم به دستاوردهای علمی انسانی رفاه و آسایش و ترقی و تکامل دست پیدا بکنیم. شما میبینیم که به نظر من فکر میکنم که قدرت کشوری نیرومند است و از توانایی های بالا برخوردار است، نه اینکه ارتش بزرگ نظامی توپ و تانک و ماهواره و سلاح‌های خطرناک هسته‌ای و اتمی داشته باشند. من فکر میکنم او جامعه اگر جامعه به اصطلاح جامعه انسانی اسلامی و انسانی و بشری و عاقلانه و منطقی بیندشند، او جامعه و کشور نیرومند و قدرتمند است که بیشترین ظرفیت های علمی را در خودش پرورش بده و دانشمندان و علما را تربیه بکنه و از نظر علم و دانش و تکنولوژی به یک جایگاه رسیده باشه. بنابراین ما او کشور و او جامعه را میتونیم بگوییم که اینا نیرومند است، توان علمی داره، قدرت دارن، به اصطلاح میتونن خدمات را به جوامع انسانی و بشری عرضه بکنه. بنابراین ای زوری که به اصطلاح فیزیکی باشه، توانی که به اصطلاح با اسلحه و قدرت نظامی و سیطره نظامی باشه، تبعات و پیامدهای به شدت مخرب و تخریش کننده و نابود کننده رو داره. اما اگر جوامعی که علم دارن، دانش دارن، دانشمند تولید میکنن، پرورش در اوجه نقش مهم و کلیدی داره، ما میبینیم که منافع اونا و دستاوردهای اونا شامل حال همه جوامع انسانی و بشری مخصوصا کشور خودشون میشه. اگر ما کشورهای را نظیر مثل ژاپن مثال بزنیم و بحث به اصطلاح توجه به علم و دانش ها، و یکی ما با افغانستان و ما با ژاپن یک روز استقلال خودش میگیره، اونا به علم و دانش و پرورش و آموزش توجه میکنه، امروز در سطح بسیار بالایی از ترقی و تکامل و توانمندی علمی و تکنولوژیکی به اصطلاح قرار داره. ولی کشوری که مثل افغانستان، رهبران و سیاسیون و شخصیت های ما و دانشمندان ما، علمای ما به اصطلاح نسبت به علم، آموزش و پرورش توجه آنچنان که باید میکردن نکردن، ما میبینیم امروز ما در قهر زمین زندگی میکنیم. با پیدا کردن لقمنان ما دست به گریبانیم، دست پنجه نرم میکنیم، لقمنان برای ما میسر نمیشه. بنابراین ما امیدوارم که علمای ما و بزرگای ما، سیاسیون ما، رهبران ما در عرصه آموزش و پرورش و مهیا کردن زمینه های تحصیلی و تعلیمی و ای که ما بتانیم شخصیت های علمی را در دامن مرزبومی خاکی وطن پرورش بتیم و تربیت بکنیم، در این راستا باید توجه جدی بکنن و از هیچ تلاش و کوشش نباید اینا دریغ بورزن. بسیار خوب. خب برنده های عزیز، میریم وقفه میگیریم، بعد انشاءالله دوباره در خدمت شما و مهمانان گرامی برمیگردیم و با ما باشید. سلام مجدد و سلام دوباره حضور گرم شما عزیزان بیننده و شنونده برنامه تدبیر. موضوعی که انتخاب کردیم در تدبیر این هفته، نقش خانواده ها در پیشرفت تعلیمی و تحصیلی فرزندانشان. در بخش اول روی دو مورد مهم و اساسی اشاره صورت گرفت. یک مورد همانا نقش خانواده ها و والدین گرامی در خصوص
پیشرفت تعلیمی و تحصیلی فرزندانشان که چگونه، آیا کمرنگ بوده و یا پررنگ، و عواملش را همچنان مشخص کردن جناب استاد، عوامل پررنگ بودن و کمرنگ بودنش را، و همچنان جایگاه علم و دانش را از دیدگاه دین مبین اسلام جناب استاد به بررسی گرفتن. در این بخش از برنامه می‌خواهیم که روی بعضی از موضوعات مهمتر اشاراتی داشته باشیم. جناب استاد، حالا بیشتر از یک قرن میشه که افغانستان استقلال خود را به دست آورده با کشور ژاپن همزمان. در کشور ژاپن، در بسیار از کشورها، در کشورهای همسایه پیشرفت و ترقی به اوجش رسیده، تکنولوژی به اوجش رسیده، واقعا نقش علم و دانش در جایگاه بسیار بالا قرار داره. اما در افغانستان به او حدی که به او میزانی که باید پیشرفت و ترقی در خصوص علم و دانش صورت میگرفت نگرفت متاسفانه. چی دلایلی در اینجا وجود دارد؟ خب ما شما میتونیم که دو تا مبنای کلی برای توضیح و تبیین مسائل اینچنین داشته باشیم. یکی مبنای نقلی است که برمیگردد به متون دینی و متون مقدس هر دینی در اینجا دین اسلام، و یک مبنای عقلی است، یعنی به تئوری ها، افکار، اندیشه ها و نظریات انسانی که به اساس تجربه به وجود آمده است و خلق شده است. از این دو منظر ما و شما که وارد این قضیه می شویم و به این موضوع می بینیم، ما مشکلی را به اصطلاح در قسمت ای که علم پیشرفت نکنه یا به اصطلاح اطفال و نوجوانان و جوانان دنبال علم نروند نداریم. نه تنها مشکلی نداریم، بلکه تشویق شده است. هم از ناحیه دین و منابع نقلی و هم از ناحیه عقل و منابع انسانی. ما و شما امروز مشاهده میکنیم که دین اسلام بیشترین تشویق را در حالتن علم دانش کرده است برای زن و مرد مسلمان، و هیچ گونه تفاوت جنسیتی در این قسمت قائل نشده است که کی درس بخواند و کی نخواند، بلکه به طور عام تایید و تاکید کرده است که باید دنبال علم برید. از نظر عقلی هم ما و شما وقتی که میبینیم تئوری های انسانی که خلق شده است، آموزش و پرورش را مادر پیشرفت میدانند و منبع برای ترقی و پیشرفت و به اصطلاح پیشرفت فرهنگی و علمی و تکنولوژیک و امثال اینها میدانند. بنابراین از این دو منظر مشکلی نیست. پس برمیگردیم به محیط و بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان. در افغانستان من فکر میکنم که مشکلاتی که وجود داره یک مشکل فرهنگی است. منظورم از فرهنگ، فرهنگ دینی اصیل نیست. منظورم از فرهنگ ساختارهای ذهنی کلیشه‌ای و قومی است که بر محیط آموزشی و تحصیلی افغانستان سایه افکنده است. ما و شما مشاهده میکنیم که از طریق مقامات بلندپایه افغانستان ابراز میشود و اظهار میشود که فرهنگ افغانستان نمیگذارد که به اسلام ها و برخی یا قشری از جامعه اجازه تحصیل و تعلیم بدیم. این اوج به اصطلاح فرهنگ ضد تعلیمی و ضد تحصیلی در جامعه افغانستان رو نشان میدهد، که البته در صورتی که این واقعیت داشته باشد، که من فکر میکنم که اگر هم واقعیت داشته باشد، شاید این گونه فرهنگ به بخش کوچکی از اقشار و مردم افغانستان متعلق باشد. و مسئله اینجاست که وقتی که یک چنین نگاهی و یک چنین به اصطلاح دیدی درباره آموزش و پرورش وجود داشته باشد، خب اونها که این گونه دید را به نفعشان میدانن، میرن خب تا حد استفاده میکنن در راستای اهداف و منافع سیاسی که دارن. به هر صورت یک موضوع فرهنگی است، موضوع رسم و رسوم مردمی است که البته متعلق گفتم که به بخش از مردم جامعه خواهد شد. و موضوع دیگری که من فکر میکنم که در این بخش وجود داره، عدم توجه کافی نظام حاکم به دستگاه آموزش و پرورش و تحصیلی جامعه است. ما و شما میدانیم که چند نهاد اساسی در
پیشبرد تحصیل و تعلیم جامعه نقش دارد. یک خانواده است، یک خوب مدرسه یا مکتب است و یک هم دولت است، نهاد دولت و یک هم نهاد رسانه های جمعی است. درست. از این چند نهاد وقتی که ما در نظر میگیریم، من فکر میکنم که نهاد دولت یا نهاد به اصطلاح حکومتی یک کشور بیشترین بعد از خانواده البته بیشترین نقش را میتواند بازی کنه، به خاطر که او هم میتواند بر رسانه های جمعی به یک نحوی تأثیر گذار باشه و هم بر مکاتب میتواند تأثیر گذار باشه. امکانات مکاتب و لوازم درسی، نیروهای انسانی مکاتب توسط این نهاد استخدام میشود. بنابراین اگر نهاد دولت توجه کافی داشته باشد، ما شاهد پیشرفت تحصیلی خواهیم بود. اما اگر توجه نداشته باشد، امکانات ضعیف باشد، ما شاهد افت تحصیلی در جامعه خواهیم بود. که من فکر میکنم که حکومت افغانستان در مثلا چند دهه‌ای که ما شاهد آن بودیم، او سرمایه گذاری را که باید روی پیشرفت نهادهای تحصیلی و تعلیمی بنماید نکرده است. بنابراین مشکل دوم میتواند این باشد. موضوع دیگری که هم میتواند تاثیرگذار باشد، عدم نهاد نشودن به اصطلاح ایده تحصیل و تعلیم در جامعه ماست. ما تا هنوز در افکار عامه هم آنگونه که باید تحصیل و تعلیم نهادی نشده است. یعنی ما به شکل کشورهای دیگری چون ژاپن که استاد اشاره کردن و کشورهای پیشرفته دیگر، به تحصیل و تعلیم اهمیت نمیدیم و این موضوع در افکار ما و در اذهان ما نهادی نشده است که ما فکر کنیم که گام نخست یا پله نخست پیشرفت و ترقی و خوشبختی در زندگی و پیشرفت به اصطلاح یک زندگی مسالمت آمیز، آموزش و پرورش و تعلیم و تحصیل است. این هم در جامعه ما تا حدی نهاد نشده. موضوع بعدی که میتونه به عنوان یک چالش باشه، من فکر میکنم در طول تاریخ حداقل اواخر افغانستان ما شاهد آن بوده ایم، موضوع فقر و ناداری است. من عرض کردم که بخش مهمی از پیشرفت تحصیلی خوب برمیگردد به دارا بودن یک خانواده و دارا بودنی در کل بهبود وضعیت اقتصادی جامعه. اگر این به اصطلاح بخش ضعیف باشد، ما باز هم شاهد پیشرفت تحصیلی آنچنان نخواهیم بود، چون خلاصه بالاخره امکانات اگر نباشه، لوازم اگر نباشه و به اصطلاح هزینه برای تعلیم و تحصیل اگر نباشه، خانه‌ها ما در سطح قرار میگیریم که بالاخره نام تحصیل را فقط با خود به یدک میکشیم و نام تعلیم را در واقع به معنای واقعیش ما دنبال تحصیل و تعلیم نمیتوانیم برویم، چون وضعیت اقتصادی ما اجازه نمیده. اینها فکر میتونم چالش هایی که میتوانه سر راه پیشرفت تحصیلی و تعلیم باشه. سپاس. وقتی ما بحث اقتصاد را مطرح کنیم، جناب استاد، هستن خانواده هایی که واقعا خیلی ها مشکلات اقتصادی دارن، اما به هر شکل ممکن که میشه فرزندانشان را به مکتب و دانشگاه میفرستن. جناب استاد، وقتی دین مبین اسلام این همه تاکید کرده در خصوص کسب علم و دانش، حالا در جامعه اسلامی و خصوص در کشور ما افغانستان چرا واقعا این مسئله دستی کم گرفته میشه؟ میخوایم از بود دینی این موضوع را مطرح بکنیم. خب حالا که کمرنگ جلوه داده شده و اون میزان پیشرفت و ترقی که باید صورت بگیره نگرفته، چی پیامدها و چی تبعات منفی را ممکن به بار داشته باشه؟ سوالم دو بود. ببینین، مشکل اساسی کشور ما و در مجموع مسلمان ها از طور عام میشه، طور خاصش مشکل کشور افغانستان. درست. که کشور 99% به اصطلاح مسلمان افراد و طبیعی کشور، عمل نکردن به دستورات و فرامین الهی ائمه دین پیامبر نازنین اسلام. اولین آیه که برای پیامبر نازنین نازل میشه میگه اقرا بسم ربک الذی خلق. دقیقاً. بله. بعد پیامبر نازنین میگه اطلب العلم من المهد الى اللحد، از گهواره تا به گور. بعد به همین ترتیب میگه که خدمت شما عرض شود اطلب العلم ولو کان فی السین، دنبال علم برین حتی اگر در چین باشه. در مجموع علما، عمرا، بزرگان
کشوری و لشکری ما و شما یگانه چیزی را که درش کم توجه بودن و کم لطفی داشتن در بحث آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت است. یگانه چیزی که به اصطلاح افغان ها کمیتشان لنگ است در زبان و در گفتار مسلمان های خیلی خوبی هستیم، ولی در عمل کمیت ما لنگه. ببینین خیلی از آیه های قرآن در میبینیم در جوامع اسلامی مثل افغانستان غریب و فقیره، بازار و مشتری نداره. ما امروز آب و نان نداریم که بخوریم، دست ما باز به دامن کفار دراز است. زاری میکنیم، تضرع میکنیم، ولی از خدا لقمه نان یا آبی. در حالی که پیشتر عرض کردیم، اشاره کردیم، ژاپن خیلی از کشورهای مستضعف مثل افغانستان را تمویل میکنه در خیلی از بخش ها. ما در پای لقمه نانیم، در حال کشور ما در زیر پای مردم و ملت ما همش زر خوابیده. معادن بکر و دست نخورده است که دنیا یکی از عوامل تجاوز ها و طمع کشورهای بزرگ و قدرت های بزرگ در افغانستان موجودیت این همه معادن زیرزمینی سرشار و بکر و دست نخورده است. توطئه ها روی این موضوعات جریان دارد. شما میدونین که یک روز زایه تعلیمی و تحصیلی را جبران کردنش کار بسیار دشواری است. میشه مخروبه های این وطن سیل برده ها را، زلزله خراب کردن ها را به اصطلاح ای را تعمیر کرد، ای را به اصطلاح اصلاح کرد، ای را بهتر از نو ساخت، ولی زایات علمی و فکری و ای که وقت انسان را زایه میشه ای بر نمیگرده. ای وقت دیگه فوت شده و ای زایه بزرگی است که سران کشور ما، مردم ما، ملت ما، این جفای بزرگ است که با پیکر این ملت وارد بشه. امیدوارم که جلوی اینمی زایات و اینمی ضربات گرفته شده و ما برگردیم به اصل و فرمایشات و افکار و اندیشه های ائمه دین و پیامبر نازنین است. بسیار خوب، بس خود جنبنده میکنم جناب استاد گرامی. حالا بیم در این مورد صحبت کنیم، چی راهکارهای اساسی و مسیر وجود داره که خانواده های گرامی، جامعه در کل، مسئولین در خصوص پیشرفت تحصیلی فرزندانشان کشا باشن و تاکید کنن؟ درست. خب در بخش خانواده ها من فکر می کنم که رفتار خانواده ها با فرزندانشان باید مقتدرانه باشه، چون بر اساس یافته های تحقیقی که انجام شده است، خانم دیانا در این بخش متخصص مسائل خانواده و اجتماع تحقیق انجام داده است و به دست آورده است که در کل والدین و سه نوع رفتار با فرزندانشان دارند: یکی آسانگرانه است، یکی مستبدانه است، یکی مقتدرانه است. اما رفتارهای آسانگرانه و مستبدانه آنچنان نتیجه‌ای در پیشرفت تحصیلی فرزندان ندارد، بلکه نتیجه منفی دارد و حتی فرزندان را گوشه‌گیر بار می‌آورد و فرزندان در تعاملات اجتماعیشان حتی دچار مشکل می‌شوند. اما اگر رفتار عاقلانه و معقولانه و مقتدرانه داشته باشد، میتوانه که شرایط خوبی را برای آینده فرزندان فراهم سازد. خب رفتار مقتدرانه این گونه است که درخواست یا انتظارات والدین از فرزندان معقولانه است و به اصطلاح غیر معقول نیست، و از طرف دیگر در کنار آن با فرزندانشان محبت می‌ورزند و همکاری عاطفی دارند، همکاری معنوی دارند و به نحوی آنها را به اصطلاح در بخش‌های مختلف زندگیشان و کارهای آموزشیشان همکاری می‌کنند. بر این اساس در بخش خانواده‌ها اگر والدین رفتار مقتدرانه که مبتنی بر عقلانیت است با فرزندانشان داشته باشند، من فکر می‌کنم که تا حدی می‌تواند یک راهکار خوبی برای پیشرفت تعلیم و تحصیلی فرزندان باشه. اما در بخش نهاد حکومت به عنوان یک نهادی که صلاحیت اجرایی دارد، به عنوان یک نهادی که تقریبا میتوانه تمام بخش ها را در راستای بهبود وضعیت تعلیمی و تحصیلی کنترل کند و نظارت داشته باشد، باید در این بخش سرمایه گذاری خوبی داشته باشد. ما و شما اگر مثلا از پیشرفت ژاپن صحبت میکنیم، به خاطر این است که آنها در بخش آموزش و پرورش و تعلیم و تحصیلشان بیشترین سرمایه گذاری را دارند و در بدترین شرایط هم همین کار کرده و در بدترین شرایط آنگونه که شما میدانید این کار را کردند، به خاطر که میدانستند و میفهمیدند که آموزش و پرورش در واقع بنیان پیشرفت و ترقی است.
و تا زمانی که این بخش بهبود پیدا نکنه ما به پیشرفت و ترقی نخواهیم رسید. اما در افغانستان این گونه نیست. در افغانستان کمترین معاش را معلم دارد، کمترین امکانات را مکتب دارد. خب و شاید حالا نیروهای انسانی خوبی هم در بخش آموزش باشد، اما اکثرا نیروهای انسانی ضعیفی در این بخش گماریده میشه و این میتونه یک چالش باشه. بنابراین نهاد حکومت باید توجه داشته باشه، سرمایه گذاری انسانی و اقتصادی خوبی در این راستا داشته باشه. و از طرف دیگر رسانه های جمعی، من فکر میکنم که باید برنامه های آموزشی داشته باشه که به پیشرفت تحصیلی و تعلیمی کسایی که تعلیم و تحصیل میکنن باید کمک باشه. یعنی اینها هم به یک نحوی چون تاثیرگذار است توجه کنن و برنامه های تعلیم و تحصیلی خود را تدوین کنن و برنامه ریزی کنن و به نمایش بگذارن تا اینکه از آن طریق هم کمک شوه برای پیشرفت تحصیلی و تعلیمی به اصطلاح نوجوانان و جوانان و کسانی که در تعلیم و تحصیل هستند. و در کل یک موضوعی که خب در جریان بحثم اشاره شد، وضعیت مکاتب است. باید در مکاتب انسان‌های موفق، انسان‌های خوب و انسان‌های شایسته و لایق گماریده شوند و انتخاب شوند و استخدام شوند تا اینکه به اصطلاح یک برنامه آموزشی خوبی را برای محصلین و متعلمین ارائه بدهند. و وضعیت اقتصادی جامعه هم که مربوط دولت هست در این بخش توجه شود، چون برخی از موضوعات و امکانات تحصیلی و تعلیمی مربوط می شود به وضعیت اقتصادی جامعه. دقیقاً. تشکر جناب استاد. خب جناب مظفری، تأکیدات دین مبین اسلام را یک بار دیگر در خصوص کسب علم و دانش برای خانواده ها، جامعه در کل، حکومت داشته باشین. پیشنهاد مشخص شما فهرستوار اگر ارائه بکنید، چون وقتی برنامه خیلی ها محدود است. ببینید یک حدیث دیگر دوست دارم که در این برنامه شما بگویم، اگر نگویم ظلم است. پیامبر اکرم می فرماید من طلب العلم فهو کصایم نهاره. کسی که به دنبال علم میره مثل است که روزش روزه است. الخواب القائم اللیله و شب را به عبادت تا صبح مصروف. و این باب من العلم یتعلمه الرجل، و اگر یک بابی از علم مرد میاموزه و فرا میگیره خیر له من ان یکون ابو قبیس ذهبا فانفقه فی سبیل الله. میگه بهتر است که اگر از برای از او کوه ابو قبیس که کوه معروفی ظاهرن در قرآن هم آمده، اگر او را نفقه بکنن، خرج بکنن، انفاق بکنن در راه خدا، یعنی اینی آموختن یک باب علم بهتر از امی کوه از تلاییست که انفاق بکنن در راه خدا. بنابراین این جایگاه علم ببینید چقدر والا و بالاست. و علم اسلام چقدر در راستای علم و دانش تاکید کرده، پیامبر نازنین چقدر تاکید کرده. همه گرفتاری های ما ناشی از این است که ما از علم و بحث و تعلیم و تربیت چی هستیم؟ فاصله گرفتیم و دور هستیم. به علم گفتیم خدا را نمیتونیم بشناسیم. بحث اساسی و عمده در این شرایط فعلی نمیست که اما اقتصاد گپ اول در زندگی جامعه انسانی و بشری میزنه. وضعیت فلاکتبار اقتصادی باید مرفوع شود. نظام و امرای اسلامی در راستای زمینه سازی تعلیم، تربیت و آموزش و پرورش او زمینه های لازم باید فراهم بسازه. موانعی که وجود داره اونا را باید برداره و الا اینا در قبال فرزندان ملت مسئول خواهد بود و این جامعه ما روی فلاح و صلاح و خیر و سعادت را نخواهید دید. گرچه به ملت و خانواده مردم ما واقعا با این فقری که دامنگیر اینا هستند، فرمایشاتی که جناب شما داشتین نسبت به آموختن علم و دانش، فقیرترین پدری خانواده ها میبینین که نسبت به تعلیم و تربیت و آموزش فرزندانش توجه خاصی را داره. مزدورکاری میکنه، کراچیوانی میکنه، ولی پول و هزینه تحصیل فرزندش، خودش گرسنه میمونه، پول و هزینه تحصیل فرزند و دختر و پسرش کوشش میکنه آماده بکنه. ولی متاسفانه که ما میبینیم با وجود این همه توجهی که ملت و مردم نسبت به سرنوشت فرزندانش داره، زعمای ما یک مقدار کملوتی و به اصطلاح کم توجهی را به خرج میده. امیدواریم که این موانع با لطف و
به اصطلاح توجه پروردگار متعال برداشته شود و زمینه های آموزش پرورش بیشتر از پیش برای فواصلش برای ملت ما آماده شد. بخیر سلامت باشین. سپاس از حضور شما جناب حکمت الله فیاض جامعه شناس استاد دانشگاه و جناب سید قاسم مظفری استاد دانشگاه. بخیر سلامت باشین. تشکر از شما و همچنان از حضور همیشگی شما عزیزان بیننده و شنونده سپاسمندیم. تا برنامه بعدی خداحافظ و یار نگهدارتان. روز روزگارتان خوش باد انشاءالله.